نشست علمی روزانه آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی روز چهارشنبه 26 رجب سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوال‌های حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظما شیرازی در رابطه با اینکه ولایت به عنوان شرط قبولی یا صحت عبادات است فرمودند این مسئله محل اختلاف میان فقهاست و مشهور میان فقها بر اساس روایاتی که در معنا یا به صورت اجمالی متواتر است ولایت شرط صحت تمامی عبادات از جمله نماز، روزه و حج است. اما اگر کسی قبل از مرگ مستبصر شد، خدای متعال از عبادات گذشته او چشم پوشی می کند و نماز و روزه و حج او نیاز به قضا و تکرار ندارد. معظم الله با تفاوت قائل شدن در مسئله زکات فرمودند، حکم مسئله زکات در رابطه با چنین افرادی متفاوت است، چرا که روایت خاص در این رابطه وجود دارد که بایستی دوباره آن را پرداخت نماید، چون زکات را در غیر موضع آن و در خلاف موارد مصرف آن پرداخت کرده است. لذا طبق روایات خاص زکات های پرداخت شده قبلی صحیح نیست، اما نسبت به نماز و روزه و حج روایت خاص وجود ندارد و از عمومات استفاده می شود که ولایت شرح صحت است، نه اینکه صحیح است و فقط قبول نیست. ایشان با اشاره به بخشی از خطبه شیخ شقیه امیرالمؤمنین که اگر نبود حضور آن جمعیت و تمام شدن حجت با وجود یار و یاور و اگر نبود که خداوند از علما پیمان گرفته است که بر سیری ستمگر و گرسنگی ستم دیده رضایت ندهند، هر آینه مهار شطور خلافت را بر شانه اش می انداختم فرمودند. امیرالمؤمنین در زمانی که احساس وظیفه کردند که مردم برای پذیرش حاکمیت اسلامی در خانه ایشان حاضر شده و از آن حضرت پذیرش حاکمیت را خواستند، اما این مسئله نافی تکلیف مردم برای پذیرش ولایت معصومین علیهم السلام نیست، لذا مردم حق ندارند شخص دیگری را برای سرپرستی جامعه انتخاب کنند، همان گونه که نمی توانند شخص دیگری را به پیامبری برگزینند. آیت الله العظما شیرازی در ادامه فرمودند، حضور و دعوت مردم سبب ایجاد وظیفه برای امام معصوم می شود، اما عدم حضور مردم باعث رفع تکلیف آنان جهت پذیرش ولایت امام معصوم نمی شود. معظم الله همچنین تأکید فرمودند، حضور و دعوت مردم سبب مشروعیت سیاسی برای غیر معصومین می شود، اما عدم حضور و دعوت نکردن مردم از معصومین علیهم السلام، روی آوردن به غیر معصومین سبب مشروعیت کسانی که مردم به سراغ آنان رفتند نمی شود. با هم فرمایشات آیت الله العظما شیرازی را ببینیم و بشنویم. چه سلطه سیاسی و مقام سیاسی امیر مؤمنان هم الهی باشه، این چه معنا داره که بیاد نفی کنه و بگه اگر چنین بود مینداختم دور، دنیای شما و ریاست بر شما مثل استخوان خنزیر در دست مجذوم است، این کفران نعمت نعوذ بالله نیست اگر آسمانی باشه. نه یعنی مثل بفرماید مثل آب بوز بینی. بله همین، یعنی دو تا بحثه، یه بحث اینه مردم وظیفه‌شون چیه، یه بحث اینه نبی و امام کی وظیفه‌شه. حضرت لولا را در جایی گفتن که وظیفه خودشون رو فرمودن، لعلقیتو، یعنی من وظیفه نداشتم. وقتی که حضور الحاضر هست، قیام الحجه به وجود الناصر هست، من موظفم تصدی بکنم، اما نه اینکه اونها وظیفه ندارن. میگم خود تنظیر امامت به نبوت، در نبوت ببینید چجوریه، اینا هم همینه. اون خطبه من نظرم سورت البراء با اینکه دقت میکنم، اما یه فراز دیگری هست، حضرت علی میفرماید که این امر، یعنی امر حکومت، حق شماست، به هر چه خواستید واگذار. خب باید ادله رو همشو با هم ملاحظه کرد. نه همشو با هم باید ملاحظه کرد.
سلامكم الله.